الله سبحانه وتعالى كفر المشركين. الله متعال مشرکان رو تکفیر کرده، یعنی کفرشون رو بیان فرموده. سواء كانوا يهود او نصارى او مجوس، یهودیان، نصرانی ها و مجوسیان، بیان کرده که اینها کافرند. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر. هر کسی که دعوت پیامبر اسلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهش رسیده باشه و به این بزرگوار ایمان نیاره، او مرتکب کفر اکبر شده و کافر شمرده میشه. فالیهود والنصارى الذين كانوا زمن النبي صلی الله علیه و سلم ولم يؤمنوا بالنبي محمد علیه الصلاه والسلام کفار. یهود و نصارا که در دوران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند و به اون بزرگوار ایمان نیاوردند، کفار شمرده شدند. نعم، قال الله سبحانه وتعالى، الله متعال می فرماید، قل يا اهل الكتاب، اهل الكتاب يعني يهود ونصارى، بگو ای محمد، و اهل کتاب رو مورد خطاب قرار میده، بگو ای اهل کتاب که منظور همون یهود و نصارا هستند، لما تكفرون بآيات الله، چرا به آیات الله کفر میورزید؟ در این آیه تصریح میشه که شما به آیات الهی کفر میورزید. و ادله كثيره من القران، و دلایل فراوانی از قرآن بر کفر یهود و نصارا دلالت داره. نعم، الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم حلف بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق بلا قسم، و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که اون بزرگوار در این باره سوگند یاد کردن، در صورتی که ایشون صادق و راستگو هستن، اما نیازی به سوگند نبود، اما مؤکدن برای تاکید سوگند یاد فرمودند. قال والذی نفس بیدی، اونجایی که فرمودند سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، لا يسمع بی یهودی او نصرانی، هیچ یهودی و نصرانی آوازه مرا نمی شنود، ثم لا یؤمن بی، و سپس به من ایمان نمی آورد، الا کان من اهل النار، مگر اینکه از جمله دوزخیان است. اذا لا يمكن ان نشك بعد هذا، بعد الكتاب والسنه والاجماع، في تكفير كل من بلغته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، يهود نصارى مجوس وما الى ذلك. لذا بعد از این با وجود نصوص کتاب و نصوص سنت و اجماع دیگر جایی برای شک در این موضوع نمی ماند که هر کس که دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به او برسد و اجابت نکند کافر است. نعم، ثم ان اليهود والنصارى هم عندما لم يدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام هم خالفوا ما أمرهم به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. يهود و نصارا که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نیاوردند، اونها در حقیقت با دعوت موسی و عیسی علیهم الصلاة والسلام مخالفت کردند. و نحن والله نقول هذا الكلام حرصا على هؤلاء للدخول في الإسلام، نريد لهم والله الخير. و الله سوگند که ما با اشتیاق مسلمان شدن اینها این سخن رو میگوییم و به الله قسم که ما خیرخواه اینها هستیم. یعنی لا نغش هؤلاء كما يغش البعض يقول لا انتم على خير وانتم تدخل الجنه، هذا كذب وغش لهم. نه اینکه اونها رو گول بزنیم و یا بخوایم با رو دروایستی درباره اینها سخن بگیم، مانند کسانی که در واقع با کتمان این حقیقت یهود و نصارا رو در واقع گول میزنند و خیرخواهی نمی کنند براشون. نقول انتم بهذا اتباع للهوى، اتباع للضلال، اتباع للشیطان، لستم اتباع لموسی و عیسی علیهم الصلاه والسلام. به اینها میگوییم که شما با این رویکرد به دنبال امیال نفسانی خودتان و پیروی از وساوس شیطان هستید و با پیامبران الهی موسی و عیسی علیهم السلام مخالفت میکنید. لكن لا يعني هذا ان عندما نكفر اليهود والنصارى اننا لا نفي لهم بالعهود، نفي لهم بالعهود ولا بد. اما این بدین معنا نیست که وقتی که تصریح میکنیم به این که یهود و نصارا کافرند، این بدین معنا باشه که با اونها پیمان شکنی و عهد شکنی و خیانت بکنیم. نعم، ومع هذا ندعوهم الى الله، ننصح لهم ونريد لهم الخير وهو الدخول في دين النبي عليه الصلاه والسلام والله اعلم. از این رو برای اونها خیرخواهی میکنیم و اونها رو به سوی الله و به سوی اسلام و ایمان آوردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت میدیم و فرا میخوانیم.